رانده شدگان میانمار. رنج دیده ترین اقلیت جهان، مردمان بی وطن و بی دولت. جهانیان آنان را با همین نام ها می شناسند. اما روهینگی ها واقعا کیستند؟ و چرا با سرنوشت تیره و تلخی روبرو شدند؟ مسلمانان آراکان که اکنون آنان را با نام روهینگیا می‌شناسند، سالها در ایالت راخین میانمار زندگی کردند. بیشتر آنان کشاورزان هستند، اما حق مالکیت زمین را ندارند. در درازای حکومت 100 ساله بریتانیا، شمار بزرگی از کارگران از هند و بنگلادش به میانمار کوچ کردند. آن زمان میانمار همچون یک ولایت هند به حساب می‌آمد. از همین رو این گونه مهاجرت‌های داخلی به شمار می‌رفتند. اما مردمان بومی میانمار مخالف این گونه مهاجرت‌ها بودند و پس از آن که میانمار از بریتانیا استقلال گرفت، این مهاجرت‌ها غیر قانونی پنداشته شدند. از همین رو به روهینگی‌ها شهروندی داده نشد. از دهه 70 میلادی بدین سو، به علت خشونت‌ها هزاران تن از روهینگی‌ها به بنگلادش، مالیزیا، تایلند و کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی پناهنده شدند. در حال حاضر در حدود 1 میلیون تن از آنان در کشورهای گوناگون جهان پراکنده هستند. تا چند پیش در روستای در آن سوی دریا زندگی میکرد، جایی که در برابر چشمان او به آتش کشیده شد. او و خانواده‌اش از گلوله‌های نظامیان میانمار فرار کردند و از همین آبها خودشان را به این سوی دریا رسانیدند. ارتش روستاهای من را با آتش کشیدن، بزنهای ما تجاوز کردن، روستاهای من را با آتش کشیدن، در آنجا چیز نمانده است، من همه چرا از دست دادم. با این همه با امید برگشت به میانمار، شب روز را یکی میکند، زیرا در بنگلادش نه جای دارد و نه زندگی که بتوان با آن زندگی گفت. و همین حالت هزاران روهینگیای دیگر در اینجاست. ساعت‌ها انتظار برای دریافت کمک، ساعت‌ها انتظار برای دریافت لقمه‌نانی که تا بتوانند شکم کودکانشان را سیر کنند. این زندگی معمولی مسلمانان روهینگیا در اینجاست.
هشت کودک دارم. همسرم بیمار است. دامادم در آن سوی دریا به گلوله بسته شد. اکنون اینجا در شفاخانه بستری است. من و کودکانم 13 روز می شود که غذای کامل نخورده ایم. در اینجا آب آشامیدنی نیست. بزرگترها می توانند چند روز آب ننوشند، اما کوچکترها آب می خواهند. این خشت ها را از خانه‌سازان محلی می خریم و از آن بمبه می سازیم. هر خشت 1000 پول اینجا می شود. گاهی روزها غذای نمی یابند. چون این شرایط روهینگیاها را در برابر بیماری های واگیر خطرناکی قرار داده است. وبا، سل و بیماری های عفونی دیگر. جوانانی که آموزش های اندک در میانمار دیدند، داوطلب شدند تا جلو پخش این بیماری ها را بگیرند. الان نسا یکی از آنان است. دختر 20 ساله‌ای که در ماه سپتامبر به این اردوگاه آمد و اکنون با پزشکان بدون مرز کار می کند. او هر روز از بام تا شام خیمه به خیمه می گردد و به مهاجران دیگر درباره بیماری های ساری آگاهی می دهد. وقتی به خیمه ها سر می زنیم، تلاش می کنیم رویمان را بپوشیم. یعنی وقتی ببینیم کسی سرفه می کند و یا سیمایش دیگرگون شده است، می دانیم که بیماریش جدی است. بیش از هر بیماری دیگر از بیماری سل می ترسیم. برای ما دشوار است که این بیماری را تشخیص بدهیم. تنها می توانیم نشانه های آن را ببینیم. وقتی یک از نشانه ها را ببینیم، فوری یادداشت می گیریم و به بیمار توصیه می کنیم که برای درمان به مرکز سر بزند. الان نسا و دوستان او از جوانان خوشبخت میانمار به حساب می آیند، زیرا آنان این فرصت را در آن کشور داشتند که تا صنف دهم مکتب درس بخوانند و این آخرین مرحله آموزشی برای یک روهینگیا در میانمار است. موج تازه خشونت ها در برابر روهینگیاها پس از آن آغاز شد که ارتش آزادی بخش روهینگیای آراکان در 25 ماه اگست سال 2017 میلادی به پاسگاه های مرزی پلیس میانمار حمله کردند. این گروه که با نام حرکت الیقین نیز شناخته می شود، یک گروه شورشی روهینگیایی است که در جنگل های شمال ایالت راخین در میانمار فعالیت می کنند. اما بهای آن را چه کسانی می پردازند؟ از روستای همسایه خبر آمد که مردم را میکشند. همسرم با چند تن از مردان دیگر رفتند تا ببینند که چی اتفاقی افتاده است. اما بر نگشت. همسایه های من یک به یک بار و بستر بستند و به این سو آمدند. به من گفتند که همسرت کشته شده است. امیدی نمان. و من هم کودکانم را گرفتم، با همسایه ها فرار کردم. ما در روستای طولتولی زندگی می کردیم. هرچند زندگی خوبی نداشتیم، اما خوشحال بودیم. پس از کشته شدن همسرم چیزی برای من باقی نمانده است. در اینجا همین کودک 3 سالم را دارم و بس. نمی دانم بر سر دوستان و نزدیکان ما چی آمده و در کجا هستند. در این میان شاید تنها تر از همه این دو جوان باشند. هر دو تمامی اعضای خانوادهشان را از دست دادند. 3 خواهر کوچکتر و مادر و پدر غلام حسین همه قربانی حمله های نظامیان میانمار شدند. احسان الله 17 ساله کشته شدن 6 برادر و مادر پدرش را با چشمان خودش دیده است. در میانمار چیز زیادی نداشتیم، اما خوشحال بودیم. من به مکتب نمی رفتم و با پدرم در کارهای کشاورزی کمک می کردم.
پس از کار با خواهران کوچکم بازی میکردم و این کل زندگی ما بود. اما اکنون هیچ چیز برای من باقی نمانده است. در اینجا کسی را ندارم. نمیدانم انسان چگونه میتواند کودکان خردسال را بی‌رحمانه بکشد. پس از آن که نظامیان بر روستاهایمان حمله کردند، وارد هر کلبه می شدند و هر کسی را به گلوله می بستند. پدر، مادر و برادرانم را در کلبه خودمان کشتند و سپس خانه ما را به آتش کشیدند. این گونه یک به یک تمامی کلبه های روستای ما آتش گرفتند و چیزی باقی نماند. روستاهای کشاورزان روهینگی‌ها یکی پس از دیگر با آتش کشیده شدند. بر بنیاد آمارهای دیدبان حقوق بشر، پس از آغاز موج تازه خشونت‌ها، بیش از 200 روستای روهینگی‌ها با آتش کشیده شدند. داستان‌های دردناک روهینگی‌ها در همین جا پایان نمی‌یابند. بیش از یک ماه میشه که موج تازه خشونت‌ها در برابر مسلمانان روهینگی‌ها در میانمار آغاز شده. به نظر نمی‌رسد که خشونت‌ها هنوز هم به پایان رسیده باشد. اینا مهاجران هستند که تازه به اینجا رسیدن، امروز صبح رسیدن. کسی برادرش را پشت سر گذاشته، کسی خواهرش را، کسی همسرش را. در میان اینا زنان هم دیده میشه که باردار هستند. کسانی هم دیده میشن که مریض هستند و حالت روانیشان هم خوب نیستن. حالا هم نمیفهمن که کجا برن. زندگیشان ناروشن است، سرنوشتشان معلوم نیست. اگر در اینجا هم بمانند، به اینجا هم زمینی کار برشان فراهم نیست. و اگر پس برگردن به میانمار، در اونجا هم زندگیشان با تهدید روبروست. مهاجران نورسیده روایت‌های وحشتناک‌تری دارند، چنان که این مرد روزها از ترس نظامیان میانمار در جنگل‌ها گرسنگی کشیده است. مادر خانه های من بودیم و انتظار نداشتیم چنین روزی بر سرمان بیاید. نظامیان به یک بارگی بر روستای ما حمله کردند و هر کی در برابرشان قرار می گرفت به گلوله می بستند. بسیاری از خانه ها را به آتش کشیدند. من همراه با مادر و برادری کوچکترم از دید آنان پنهان شدیم و آرام آرام خودمان را از میان درختان به مرز رسانیدیم. که جناور، ای والله، ای والله که جناور، دوینه دایی دیدیا. صدای کودکانه که پژواک هزارها گفته و ناگفته روهینگی هاست. مکتب در میانه تلخ‌کامی های روزگار. Thank you.
این مکتب کوچک را جوانان راه انداختند که مانند النساء تنها تا صنف دهم مکتب آموزش دیدند. کسانی که هرگز به خواستهایشان نرسیدند و نتوانستند بیشتر از آن درس بخوانند. با این همه امید دارند که نسل آینده آنان شاید به فرصتهای دست یابند. آینده ما مسلمانان روهینگیا خطرناک است. شهروندی نداریم. از حقوق مدنی برخوردار نیستیم. اما چیز تمام شده است. النساء در خیمه کوچک در یکی از اردوگاه ها با چهار خواهر، یک برادر و پدر و مادرش زندگی می کند. پدر او امروز پس از ساعت ها انتظار توانسته است به کمک دست یابد و غذای امشب خانواده اش را فراهم سازد. النساء تنها عضو این خانواده است که کار میکند، اما پول به دست نمیارد، زیرا از بهر رهایی مردمش از بیماری های خطرناک همچون رضا کار میکند. اما امشب خود او بیمار است و میترسد که مبادا به یکی از بیماری های ساری خطرناک دچار شده باشد. امروز هنگامی که به خیمه ها سر می زدیم با چندین زن باردار برخوردیم. بچه دار شدن شاید در همه جای دنیا در میان خانواده ها شادمانی به بار می آورد. اما زنهایی را که ما دیدیم خوشحال نبودند و من آنان را سرزنش هم نمی کنم. کودکانی که به دنیا می آیند چی سرنوشت خواهند داشت؟ در کجا زندگی خواهند کرد؟ کشورشان کجاست؟ ما روهینگیاها هویت نداریم، بی کشور هستیم و این داغی است که همه نسل های ما را آزار خواهد داد. من چیز دیگر نمیخوام، خانه میخوام، خانه میخوام. بر بنیاد یک تفاهم نامه که به تازگی میان حکومت های بنگلادش و میانمار امضا شد، بیش از 600 هزار روهینگیا به میانمار باز خواهند گشت. آنان که از چنگ مرگ از روستاهایشان فرار کرده بودند، دوباره به جای فرستاده می شوند که زندگیشان در خطر و سرنوشتشان مبهم و ناروشن است. روهینگیاها سال هاست که از همه جا رانده می شوند. سال هاست که در جستجوی هویت هستند. سال هاست که در مسیر باریک سرنوشت تلخ و تاریک گام برمی‌دارند و شاید سالهای دیگر در این مسیر گام بردارند. مسیری که به هیچ جای نمی انجامد و از هیچ آینده روشنی نشانی ندارد.